بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم عزت کبریایی رو خدا برای خودش اختیار کرده، ترامپ رو چه به عزت، خمینی رو چه به کبریایی، ولی اون که مرجع تقلیده، ولی عبد خداست. نه خمینی، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم عبد خداست. در اینجا مشتری عبودیت پروردگار عالمه و خدایی که داناست کالای خوب میخرد. پس عبودیت کالای پربهاییه. ادعای خدایی نکنی. امام علی برای بیان این هم واژه های هما، همن و هرمن رو استفاده کرد. همن و هرمن رو بکار. هما به معنای منطقه ممنوعه، قرق، کشمی قرق شده، یعنی کسی دیگری نباید وارد بشه. و اصل اون چنین بوده است که پیش از اسلام فردی قدرتمند و ثروتمند منطقه رو در دشت و بیابان برای دامهای خود مشخص میکرد و سنگچینی مینمود و اون رو قرق خیش اعلام میکرد و هیچ کس حق نداشت بدانجا پا نهد و اگر تجاوزی بدان محل صورت میگرفت متجاوز سخت مجازات میشد. حرم نیز به معنای ممنوع و حرام است. امام علی با این بیان مشخص کرده که لازم است انسان حریم خیش نگه دارد و صفاتی را که ویژه خداوند است به خود نبندد و توهم خدایی ننماید، که در این صورت به نبرد با خداوند و نظام هستی برخواسته و در نتیجه راندگی و خاری رو بر خود رقم زده است. ابلیس مگه غیر این کار رو کرد؟ چرا ابلیس از درگاه خدا رانده شد؟ ادعای بزرگی کرده. ابلیس میگفت من بیام سجده آدم بکنم، برای خودش بزرگی قائل شد. و حضرت امیر خیلی زیبا داره بیان میکنه، میگه ناز الله رضا الجبری. ناز یعنی شیطان. شیطان نزاع کرد عبای جبرویت و قدرت و اینا رو با خدا. ناز الله رضا الجبریه و درع لباس التعزز و خلق قناع التضلل الا ترون کیف سخره الله بتکبره و وضعه بترفعه فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخره سعیرا. ابلیس بر سر جامعه عظمت و بزرگی با خداوند در افتاد و زره عزتمندی در بر کرد و جامعه فروتنی از تن برآورد. آیا نمیبینی که چگونه خداوند او را به خاطر خود بزرگ انگاریش به کوچکی و خردی دوچار ساخت و به سبب گردن فرازیش به پایینی و پستی در انداخت؟ پس او را در این جهان از درگاهش براند و در آن جهان آتش افروخته برایش آماده گرداند. ببین خدایی که ملکش را به خاطر تکبر از درگاهش میراند برای بشر رحم نمی کند. شیطان بنابر روایتی ملک بود، فرشته بود، اونم چه فرشته ای؟ هیچ آفریده ای را نشاید که برای خود الوهیت قائل شود و عظمت و بزرگی و عزتمندی را به خود بربندد. هست الوهیت ردای ذوالجلال، هر که در پوشد برو گردد وبا، تاج از آن اوست آن ما کمر، وای او که از حد خود دارد گذر. مثنوی دفتر پنجم. میگه مقام خداوندی جامعه است که فقط برای خداوند دارای شکوه و عظمت زیبنده است و هر کس مرز خود نگه ندارد و از حد خودش در گذرد و اون جامعه رو در پوشد سقوط میکنه. اونم چه سقوطی؟ ابلیس رو سقوط کرد، رجیم شد، رانده شد، ملعون تمام انسانهای طول تاریخ گشت. قال الله عز وجل، این از پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم نقل میکنه، میگه قال الله عز وجل الکبریا و ردائی ول عزتو یا ول عظمتو ازراری
فمن نازعنی واحدا منهما الغیته فی النار. ازاری نیست؟ ازاری. یه بار دیگه که بشه بس. قال الله عز و جل الکبریایی ردایی، ردا عبایم، ردایی والعزت و ازاری، فمن نازعنی واحدن منهما الغیت ها فی النار. یعنی چه؟ خداوند والا مقام و بلند مرتبه خود فرمود، کلام خداست، کبریا جامعه من است و عزتمندی تن پوش من، پس هر کس که بر سر یکی از اینها با من بستیزد او را در آتش افکنم. خداوند صفاتی دارد که ویژه اوست، عزیزی مخصوص اوست و هیچ آفریده نباید بدان صفت نزدیک شود و آنها را بر خود ببندد. اتصاف به صفات الهی و تخلق به اخلاق خداوندی متصف و متخلق شدن به صفات و کمالاتی است که بر آفریدگان جایز است و آدمیان پیغمبر خدا فرمود و تخلق به اخلاق الله. یعنی چه؟ اخلاق خدا را پیشه کنیم، به خلق اخلاق خدا در این خدایی که پرده پوشه دوست داره ما هم پرده پوش باشیم، خدایی که غفار از ذنوبه دوست داره ما هم بخشنده باشیم، خدایی که رزاقه دوست داره ما هم منرسان باشیم، منبر کسی نباشیم. تخلق به اخلاق الله. و در بحث هایی که مخصوص خداست دیگه اونجا نه، لم یولد سبحانه فیکون فی العزه مشارکن ولم یلد فیکون موروثا هالکن ولم یتقدمه وقت ولا زمان ولم یتآوره زیادت ولا نقصان. اینه در خطبه 182 امیرالمومنین در نهج البلاغه داره. او که به بزرگیش می ستاییم زاده نشده است تا در عزت وی را شریک شوند و کسی را نزاده است تا چون مرد میراث خوار او بوند، نه وقتی بر او مقدم بوده است و نه زمان و نه زیادت بر او راه یابد نه نقصانی. یه بحث های فلسفی هم داره. خداوند قدیم ذاتیه، قدیم زمانی نیست، خدا ازل و ابدیه. این سینی نیست که بگه ها خدا هم دیگه میمیره والا دیگران بیان ارث ببرن تمام صفات خدا را. صفات خدا مخصوص پروردگار عالمه. ولی زمان امام علی نه، یه بارهای فلسفی هم داره این قطبه. لیس لاولیتی ابتداء، برای آغاز خدا آغازی وجود نداره، ازلی و ابدی. ولا لازلیت انقضاء، ازلی ابدی بودن هم منتها علیه نداره. لا ند له، لا مثل له، لا ضد له. خدا نه مثل داره، نه همانند داره، نه ضد داره. خدا آغازش تایم نداره، انجامش هم تایم نداره، اصلا خدا در تایم نمی گنجه. خدا ازلی و ابدی است. هو الاول و لم یزل و الباقی بلا اجل. چقدر زیباست. هو الاول و لم یزل، زایل نمیشه، و الباقی بلا اجل، یعنی مدت دار نیست، تایم نداره. خرد له الجباه و وحد و وحدت هو شفا حد الاشیاء عند خلقه لها ابانتا له من شبهها. اول او را آغاز نیست و بقای او سپری ناشدنی است. او اول است و همیشه و جاودان و پایدار است و بی مدت زمان. پیشانی ها برای او به خاک سوده است. همه سجده می رویم، همه پیشانی ها بر مهری ساییده می شود در مقابل حق. همه زمین خورده خدایی، ما بنده خدایی و لبهای یگانگی او را ورد خود نموده هنگام آفرینش. ما هر چیزی را که ستایش می کنیم در واقع خدا را ستایش کردیم، چون همه عالم صنع خداست. اگر از دشت و دمنی تعریف می کنیم از خدا تعریف می کنیم، ولی اونچه شعورش نداریم. اگر از اقیانوسی تعریف می کنیم از خدا تعریف می کنیم، چون اقیانوس خلق خداست. اگر از معلممون انسانی، بنای، معماری، مهندسی، طبیبی، پزشکی داریم تعریف می کنیم از خدا تعریف می کنیم. چرا؟ چون صانع و خالق همین ها خداست. الا لا یتغیر به حال ولا یتبدل بالاحوال. خدا تغییر حال نداده، خدا تبدیل احوال نداده.
ولا تبلیه اللیالی و الایام ولا یغیر و ضیاء و الظلام، تاریکی و روشنایی خدا رو تغییر نمیده. ولا یقال له حد ولا نهایت ولا انقطاع ولا غایت، نمیگه تا فلان جا، نه نه خدا تا فلان جا نداره. خب این بحث هایی که در واقع در خطبه 863 168 186 اومده و خطبه 192 خیلی بارهای اخلاقی و فلسفی هم داده، در خطبه 192 امام علی داده، خطبه قاصه هم به گمانم هست. فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس، اونی که خدا با ابلیس انجام داده شما درس بگیرید. از احبت عمله الطویل و جهده الجحید، که هم یه 6000 سال خدا رو عبادت کرد شیطان، ولی ببین چه وضعی افتاده. درس بگیرید. بعضن در کلمات داده میگه آقا سکوتت سخنت ذکر خدا باشه، سکوتت فکرت باشه، نگاهت عبرت باشه. یه قاعده یا سخن میگیم سعی کنیم ذکر خدا بگیم. مگه من همه حرف میزنم اینه ذکر خدا که نی، آدم به خاطر خدا حرف بزنه همش ذکره، همش. امام علی فرمود ما رأیت شیئا الا رأیت الله قبله و معه و بعده. من هیچ چیز رو ندیدم مگه قبل از او خدا را دیدم، همراه اون خدا را دیدم و بعد از اون هم خدا را ببینم. بس سخن به خاطر خدا حرف زدن ذکر. فاعتبر به ما کان من فعل الله به ابلیس از احبت عمله الطویل و جهده الجحید و کان قد عبد الله 6000 سنه. شیطان عبادت خدا را کرد چقدر؟ 6000 سال عبادت کرد. لا یدرا امن سنت دنیا امن سنت دنیا امن سن الاخره، دانسته نمیشه بعد حالا این سالی که عبادت کرده سال دنیویه یا سال اخرویه. ان کبر ساعت واحدت فمن زا بعد ابلیس یسلم علی الله به مثل معصیته. خیلی آدم باید احمق باشه بعد از ابلیس به گناه ابلیس گرفتار باشه، یعنی من تکبر داشته باشم، من غرور داشته باشم. این عین حماقته. ببین خدا چه بلایی به سر ابلیس آورده، باز من ادعای تکبر کنم؟ علیاذ بالله. کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنت بشرا به امر اخرج بهی منها ملکا. خدایی که فرشته ای رو از درگاهش به خاطر تکبرش راند، حالا برای تکبر انسان به بهش میبره. ان حکمه فی اهل السما و اهل الارض لواحد، خدا حکمش در آسمان زمین یکسانه. و ما بین الله و بین احد من خلقی حوادتون فی اباحته من حرمه الله علی العالم. خیلی روانش، خدا با هیچ کس قوم و خویش نی، مرز خدا برای همه مرزه. صفات خدا که با یک کسی به اون صفات وارد نشه برای همه هست، برای آسمانیان و زمینیان یکسانه. و در ادامه بس مرز شکنی و بیپروایی ریشه همه سقوط ها ادامه میدیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.